سلام بچه ها، من دلارام هستم، به کانال یوتیوب من خوش اومدید. امروز میخوایم با همدیگه مدل و آلتیکولاتور با آلاماک کنیم که نتیجه کار میشه یه همچین چیزی. مدلمون با آلتیکولاتور وصل میشه و ما میتونیم اینو راحت باز و بسته کنیم و همین دیگه. میخوایم مدل رو به آلتیکولاتور بالاماک کنیم. مدلی که من میخوام بالاماک کنم این مدله و آلتیکولاتورم هم از این آلتیکولاتورهای کوچیکه که معمولا تو لابراتوارها استفاده میشه. برای این کار اول نکته‌ای که باید بگم اینه که این آلتیکولاتورها خیلی بدن، بخاطر اینکه بخوای خط وسط رو توش پیدا کنی یه خورده سخت‌تره. معمولا از این آلتیکولاتورا بخرید، این آلتیکولاتورا کار باهاش اصلا راحت تر، ولی خب یه خورده سنگین تر و بزرگتره. بعد اینکه این آلتیکولاتورا یه چیز فلزی اینجوری دارن، بخوام نشون بدم که این فلزی ها رو باید به بالا و پایینش نصب کنیم. حالا دلیل این فلزی ها چیه که روی مدل هست اینه که اینا باعث میشن زمانی که گچ وصل میشه به این مدل، ما بتونیم اون مدل رو از این بکنیم یا حالت مغناطیسی داره دیگه، دوباره سر جاش بذاریم. چه چیزایی لازم داریم؟ یه بول لازم داریم و یه کاشیک که بتونیم هم بزنیم و به مقدار نیاز گچ. معمولا تو لابراتوارای مدل رو اینجوری با یه چیزی میبندن یا با موم سفتش میکنن، همینجوری میذارن و فقط گچ میریزن. ولی مثلا کاری که من میکنم، مدل فک پایین رو اول نصب میکنم، بعد از روی فک پایین فک بالا رو نصب میکنم. حالا امروز منم تصمیم دارم که به مدلی که لابراتوارها انجام میدن، یعنی دو تا فک همزمان با هم به این صورت رو بذارم. چرا؟ چون آلتیکولاتورم خیلی کوچیکه و فضای خیلی ندارم برای اینکه گچ بریزم. خب حالا الان تنها کاری که باید بکنیم اینه که یه خورده به میزان خیلی کمی آب بریزیم و بعدش توزمون که گچ باشه رو بهش اضافه کنیم. فقط چیزی که هست، آب خیلی زیاد نریزید که گچتون آبکی نشه. و موقع هم زدن هم بهتون میگم که چجوری هم بزنیم. بریم که من یه ذره توی این ظرفم آب بریزم و بیام. خب بچه ها، من تو ظرفم آب ریختم. چیزایی هم که اضافه است رو برمیدارم. آبی هم که ریختم خیلی میزانش کمه. حالا تو دوربین نمیتونم نشون بدم چون ممکنه بریزه، ولی مثلا اینقدر ظرفم آب پر کردم بخاطر اینکه میخوام جنس گچم سفت‌تر در بیاد تا آبکی و شلکی امیدوارم که همچین جمله‌ای داشته باشیم. حالا از گچ استفاده میکنم. این کار یه خورده کثیف کاری داره، اصلا نگران نباشیم. کلن کار ما همین جوریه دیگه، همش کثیف کاری داره. سه قاشق گچ اضافه کردم، هم میزنم ببینم کافیه برای اون میزان آبم. بله، این میزان گچ کافیه. حسابی توی یه راستا هم میزنم، چرا که سعی کنم از هوا گرفتن آلچی کم کنم. بعد تونتونم هم بزنید، توی یه سمتم هم بزنید که باعث بشه که هرچی کمتر هوا بگیره بهتره دیگه طبیعتا. ببینید الان کیوام آلچی من به این صورته، ولی اونقدری که دلم میخواد صفر نیست، واسه همین یه کوچولو دیگه گچ اضافه میکنم، مثلا اینقدر که یکم صفتر بشه. دوباره به همین صورت هم میزنم. توی یه سمت به این صورت شد، الان خیلی صفتر. یه خورده خیلی کم، چون من خیلی جا ندارم برای اینکه گچ زیاد بریزم، یه خورده خیلی کم در حد اینکه فک پایینمون به چسبه گچ میریزم. سعی میکنم فیکسش کنم
دقت داشته باشید که باید حتما توی یه خط و فاصله باشه. از همه من نگاه کنید دیگه، هم از پشت هم از جلو. بعد بالاش هم دوباره به همین صورت یه خورده گچ میزنم. الان من یه ذره مدلم رو باید بیارم جلوتر و اینجا اوکی. بعد از اینکه این کارو کردم، خب شروع میکنم اطرافشو برای اینکه بگیره گچ ریختم و با استفاده از کاشیکم آروم آروم به سمت بالا هدایتش میکنم. یه ذره دوباره گچ میدینم. الان خیلی هم نگران نباشید که مثلا یه جایش کثیف بشه، یعنی خیلی نباید نگران اون مسئله باشید. دوباره پایینش هم به همین صورت، جاهایی که نیاز به گچ داره رو با گچ پر کنین. واسه این کار اصلا هم نیاز نیست خیلی عجله بکنین، چون گچ که برای این کار استفاده میشه مثل سرس آلچی خیلی سریع سفت نمیشه. سفتم بشه میشه با آب جبرانش کرد، ولی سرس آلچی اینجوری نیستش. سرس آلچی سفت بشه دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد، واسه همین خیلی نگران نباشید. این جاهایی که میخواین گچ رو بچسبونین و تمیز کنین و یه ذره آب میزنین و به این صورت تمیز میکنین. حالا با یه دستمال مرطوب اگه مثلا جای گچ مالیده شده میتونید قشنگ اینجوری پاکش کنید. خب بچه کار نهایی به این صورت میشه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما یادتون باشه که تو قسمت کامنت ها برام بنویسید که دوست دارید بیشتر راجع به چه موضوعی بدونین که من اونا رو به صورت بازتری براتون توضیح بدم. و اگر جایی از ویدیو هستش که دوست دارید با دیتیل بیشتری براتون توضیح داده بشه، حتما به هم تو قسمت کامنت ها بگید که کامنت ها رو میخونم. واقعا تازه این کار رو دارم شروع میکنم و نمیدونم، شاید خیلی چیزا واضح توی دوربین مشخص نمیشه به خاطر امکاناتی که ندارم. ماچ به سر و کله هاتون. تا یه ویدیو دیگه، خدافظ.